مهداد بختیاری اموی پویا بختیاری از جانباختگان اعتراضات آبان سال 98 از سوی دادگاه انقلاب به پنج سال زندان تعلیقی محکوم شد. یک منبع مطلع که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود به صدای آمریکا گفت مهداد بختیاری که در تاریخ دهم ده آبان ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بند اطلاعات سپاه زندان رجای شهر منتقل شده بود پس از دست کم 47 روز بازداشت روز چهارشنبه 26 آذر ماه پس از صدور حکم پنج سال حبس تعلیقی و دو سال ممنوعیت خروج از کشور توسط دادگاه انقلاب کرج از زندان آزاد شد به گفته این منبع مطلع آقای بختیاری از سوی دادگاه انقلاب کرج به چهار سال زندان به اتهام تجمع و تبانی و یک سال زندان به اتهام تبلیغ علیه نظام محکوم شده است این محکومیت پس از آن بوده که آقای بختیاری مانند منو چهر بختیاری پدر پویا به فشار بر خانواده از سوی نهادهای امنیتی واکنش نشان داده و معترض شده بود پویا بختیاری زمانی که در دومین روز از اعتراضات به افزایش قیمت بنزین به همراه دیگر اعضای خانواده خود به راه پیمایی رفته بود هدف گلوله قرار گرفت و پیش از رسیدن به بیمارستان جان خود را از دست داد اسفند ماه گذشته مایک پامپئو در مراسم اعلام گزارش سالانه حقوق بشر آمریکا درباره کشورهای جهان با نام بردن از پویا بختیاری گفت این مهندس جوان یکی از هزاران جوان ایرانی بود که به رژیم ایران اعتراض کرد و توسط ماموران رژیم کشته شد آنها حتی از برگزاری مراسم خاکسپاری او هم جلوگیری کردند شپول عباسی صدای آمریکا